من آمدم تا آتش در زمین افروزم، پس چه میخواهم اگر الان در گرفته هست؟ تقریبا 2-3 هفته پیش بود در مورد این آتش ما صحبت کردیم، زمان همون پنتیکاست. و پنتیکاست یک روزی نیست که فقط یک روز اتفاق افتاده باشه، از اون موقع خداوند روح خودش رو میریزه. و همینطورم دوباره میخوام اشاره کنم، خواست آرزوی عیسی مسیح از اون موقع این بود که این آتش در قلبای تک تک ما اینجا واقعا یک اشتیاق به وجود بیاره. و چون ما میدونیم که بدون این آتش، این آتش روح القدس، این آتش اشتیاق خدا، خدا نمیتونه ملکوت خودش رو بسازه. خدا با انسان کار داره، خدا به وسیله ما ملکوتش میاره. و چون زمانی که ما این دعای ربانی رو میشنویم، میگیم پدر آسمونی ما که در آسمون هستی، نام تو مقدس باد، همینطور ملکوت تو بیاد و اراده تو همینطور در آسمون و در زمین انجام بشه. و ملکوتش زمانی که میاد به وسیله ما میاد. همینطور هم که شیطانه که ملکوت خودش به وسیله انسان میسازه. و اینجاست که میگم که آرزوی عیسی مسیح که این آتش، این اشتیاق در قلبای تک تک ما قرار بگیره. به این خاطر عیسی مسیح در این مأموریتی که به قبل از اینکه صعود کنه به کلیسای خودش داد، که در مزمور در متی باب 28 اونجا نوشته تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است، پس رفته همه امت‌ها رو شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه امور را که به شما حکم کردم حفظ کنند، و اینک من هر روز تا انقضای عالم همراه شما می باشم. آمین. این یک دستوری بود، یک حکمی بود که خداوند، یک مسئولیتی، یک مأموریتی بود که عیسی مسیح به ما بخشیده. و مخصوصا دوباره میگم قبل از اینکه مأموریت بده میگه که تمام قدرت رو در آسمون در زمین به من داده شد. خیالت راحت باشه، همه چیز زیر کنترل منه دیگه، شیطان هیچ غلطی نداره، من قدرت شیطان، قدرت مرگ رو شکوندم. و دوباره میخوام بگم برای عزیزانی که هنوز نمیدونن، بزرگترین قدرتی که شیطان داره مرگه. و زمانی که عیسی مسیح میاد بزرگترین قدرت شیطان رو میشکنه، پس هر چیزای دیگه اون موقع همینطور دیگه حل شده است. هر مشکلی هست، هر چیزی وجود داره، هر بیماری هست، هر چیزایی که درد و رنج رو به وجود میاره، همه چی توی این قدرتی که عیسی مسیح شکونده هست حاضر است. به این خاطر خدا زمانی که اینو به شاگردان خودش میگه، اینو چند تا آیه هایی هست که خودتونم بلد هستیم، فقط خیلی مهمه که تقریبا میتونم بگم شاید بعضی وقت هست که کلام ها رو شنیدیم، آیه ها رو شنیدیم، فقط اونقدر دیگه شنیدیم دیگه یه جوری لوس شده دیگه، موقع میدونم دیگه. فقط مهم اینه که این مسیر رو که امروز خداوند میخواد به ما بره واقعا بدونیم و یک مکاشفه در ما قرار بگیره که امروز خدا میخواد یه کاری در قلبای ما انجام بده، یه کارهایی که در نفس ما انجام بده یا در روح ما انجام بده. نمیدونم الان با این ایمان آمدین که امروز خدا تو رو تبدیل کنه، آزاد کنه از خودت، نمیدونم به چه دلیلی آمدین اینجا. سرودهایی که ما خوندیم انتخاب کرده بودم مخصوصا برای این کارهایی است که عیسی مسیح در زندگی ما کرده و هنوز هم میخواد انجام بده. هفته گذشته نسرینم در این قسمت هم صحبت کرد، در مورد قدرت روح القدس صحبت کرد که دعوت کردیم، که گفتیم بیا اینجا، خدا میخواد شفا بده. و روز به روز عزیزان، ما میخواییم هر موقع که اینجا جمع میشیم این اعتماد رو و ایمان رو داشته باشیم که امروز خدا میخواد در زندگی تو یه کاری انجام بده. و با این ایمان زمانی که میاییم و اعتماد داریم خدا من تو میتونی و من میخوام، مطمئن باش پس خدا قادر این کار رو در ما انجام بده. به این خاطر عیسی مسیح ما رو همینطور بدون اسلحه نگذاشته، بلکه همینطور که در اعمال رسول باب 1:8 نمیگه لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید شد.
پس به ما مأموریت و اقتدار داده شده است، به تک تک ما. میتونی به خودت بگی که به من مأموریت و اقتدار داده شده است. و یک مأموریتی هست، یک قدرتی هست، یک اقتداری هست که موافق طبیعیه. یک کاری هست که تو نمیتونی انجام بدی، بلکه خدا باید انجام بده. و اینو در ما قرار گرفته. در کلام خداست که ما میگیم که توی کلام خدا واقعا قدرت هست، به شرطی که ما باور کنیم اینو برداریم. مهاتما گاندی خودش گفته که اگر این مسیحا بتونن این چیزایی که تو کتاب مقدس نوشته شده عمل کنن، میتونن دنیا رو تبدیل کنن. فقط مسیحا خودشون باور نمی کنن. یک شخصی میگه که مسیحی نیست، ها؟ میگه اگر مسیحا بدونن چه بمبی، چه قدرتی در انجیل، در کتاب مقدس نوشته و اینو به عمل بیارن، دنیا رو میتونن تبدیل کنن. و ما هم به هر حال در این قسمت ما هم اینطور خوانده شدیم، زمانی که به ما میگم که مأموریت داده شده و میگم اقتدار داده شده، نه برای اینکه بتونیم اینجا اقتدار تو خونه های خودمون عمل کنیم، بلکه این دنیا رو تحت تاثیر خداوند بیاریم. زمانی که میگه ملکوت تو بیاد، پس ملکوت خدا اول با همون قدرت رول و زرمن قرار بگیره و در از طریق منم همینطور باید وارد دنیا بشه. قبل از اینکه عیسی مسیح الان بره روی صلیب و همینطور هم بمیره و هم قیام کنه، قدرت خودش رو اون موقع نشون داد و همینطور در لوقا باب 9 آیه 1 و 2 و همینطور هم باب 10 هم اونجا نوشته و میگه که عیسی آن 12 شاگرد را گرد هم خواند و به ایشان قدرت و اقتدار برای بیرون راندن همه ارواح پلید و شفای بیماری را بخشید. آنگاه آنان را فرستاد تا پادشاهی خدا رو موعظه کنند، که یک پادشاهی هست که باید بیاد اینجا و ما هم همینطور همون فرزندان اون پادشاه هستیم، و بیمارا و شفا دهد و مردگان رو زنده کند، جزامی ها رو پاک سازد، دیو ها رو بیرون کند. این میشه اقتدار. زمانی که پس خداوند به ما این اقتدار رو، مأموریت رو میده، این کارا رو انجام بدیم. و اون موقع هنوز روح القدس در شاگردانش نامده بود، بلکه عیسی مسیح این اقتدار رو گفت، خدا گفت برین و این کار رو انجام بدیم. و میبینیم که توی کتاب مقدس میبینیم چطور شاگردان برگشتن گفتن که حتی دیوها از ما فرار میکردن، و عیسی مسیح گفته ببین این کار شما نکردین، روح خدا فقط شما رفتین، اطاعت کردین و این قدرت با شما بود و شما میتونستین این الان قسمت هایی که رفتن تحت تاثیر خداوند بیارن. الان تفاوت اون زمان با امروز چیه؟ تفاوتش چیه؟ الان روح القدس در ما قرار گرفته، قدرت روح القدس در ما قرار گرفته. تقریبا مثل این که 2000 سال پیش عیسی مسیح شاگردان رو گفته برین، این به شما این قدرت رو میده. الان احتیاج نیست عیسی مسیح بیاد اینجا به ما بگه، بلکه 2000 سال پیش گفت و به ما این مأموریت رو داد، قدرت روح القدس رو به ما داد، گفته الان شما خوانده شدین، این مأموریت رو بردارین و ببرین به این دنیا. ما میدونیم که 2000 سال پیش زمانی که پنتیکاست شد، کلیسا متولد شد. فقط یک کلیسا نیست، یک باشگاه تشکیل نشد، یک مکان تفریح، یک فعاین چیز نشد، بیایم اینجا شادی کنیم، دست بزنیم، سرود بخونیم، پرستش کنیم و بریم توی خونه های خودمون. یه سفارتی اینجا، سفارت پادشاهی خدا اینجا ساخته شد، که از این سفارت، از اینجا تمام قدرت رو که میگیریم، اینجا به هر حال همه رو ما بنا کنیم، چون کلام خدا میگه بریم و شاگرد بسازیم، اینجا شاگرد سازی میکنیم که بریم و این دنیا رو تحت تاثیر خداوند بیاریم. آمین. برای این به هر حال پنتیکاست به وجود آمده و
در این کلیسا و کلیساها مأموریت هاشون همینطور هم هست، بتونن از این قدرت روح القدس استفاده کنن، همینطور هم از این اشتیاق رو شاگردسازی بشن، آماده بشن، سربازا بشن، سربازایی که اسلحهش محبته، راستیه، صداقت، عدالت، بتونیم بریم این دنیا، دنیایی که اصلا از قانونای خدا اطلاع نداره، بتونیم این دنیا رو تحت تاثیر بذاریم. اینطوری ما میتونیم عزیزان پادشاهی خدا رو بیاریم. این نیست که فقط این دعا رو بخونیم، دعای پدر آسمونی بخونیم و بگیم که الان وظیفه خودمون رو انجام دادیم. زمانی که خدا ما دعا میکنیم میگه پادشاهی تو بیاد پدر جان، اینجا فکر میکنم خود پدر میپرسه میگه خب عزیزم میخوایی پادشاهی من رو تو بیاری تو این دنیا؟ حاضر هستی برای من بری؟ پادشاهی نیست که فقط ما دعا میکنیم، بلکه خودمون رو آماده میکنیم. و به این خاطر میگم عزیزان، اینم این موعظه هم خواهش میکنم متوجه بشین، این موعظه برای شما نمیکنم، این برای منم میکنم، برای همه ما احتیاج داریم. بعضی وقت واقعا ما توی یک چرخه قرار میگیریم، عادت زندگیمون میکنیم، فاصله میگیریم از اون هدف اصلی. این دائما در زندگی همه ما، در زندگی من هم میتونه اتفاق بیفته. بعد از یه مدت مشغول یه کارهایی بشی، خدمتهایی بشی که اصلا این فوکوس رو از این خواندگی تو رو برداشته بشه و دنبال دوباره برای هر خدمتی هم میتونه باشه، یا زندگی خودتون هست، زندگی شخصی خودتون هست، اونجا درگیر بشین. به این خاطر اینطوری موعظه ها معمولا هدف خدا اینه که این فتیله نیمسوزایی که در ما باقی مونده اینو روشن کنه. و من مطمئن هستم زمانی که ما واقعا پیام رو فهمیدیم، واقعا متوجه شدیم که من مأموریت خدا رو انجام ندادم، من دنبال زندگی خودم هستم، و یا من دنبال زندگی من یا جلال خودم هستم، دنبال خطکارهای خودم هستم، که اینجا توبه کنیم، بازگشت کنیم و اجازه بدیم خدا این فتیله نیمسوز رو دوباره روشن کنه، مخصوصا در این زمان آخری که ما زندگی میکنیم. من فکر میکنم همه شما میدونید که در چه دنیا، در چه وضعی، در چه حالی هست. پس سوال من اینه که پس چرا ما این مأموریت رو انجام نمیدیم؟ چون قلب برای انسان، قلب برای دنیا نداریم. ما خیلی دوست داریم توی کلیسا خدمت کنیم، همه کارها رو انجام بدیم، یا دوست داریم زندگی خودمون رو، شخصی خودمون رو انجام بدیم. اینا خیلی راحت هست، نمیتونم اینجا به هر حال همه چیزی رو کنترل منه. فقط زمانی که ما این انسان رو، یعنی قلب برای انسان، برای دنیا نداریم، پس نخواهیم رفت. موافق هستین؟ الو؟ موافق هستین؟ اگه تو اشتیاق برای چیزی نداشته باشی نمیری. الان استادیونای فوتبال رو نگاه کن، چه جونی میده، چه کاری میکنن که برن اونجا، چقدر با هم با این اشتیاق تیم خودش اونجا چیز میبرن، اعلام میکنن، چه اشتیاق وجهی اونجا هست، چون علاقه مندی هست. چون ما قلب برای این دنیا نداریم، قلب برای گمشدگان نداریم، قلب برای انسان نداریم، به من چه؟ من نجات پیدا کردم دیگه، کافیه، وظیفه خودم رو انجام بیدم، کافیه دیگه. آره، خدا رو شکر یه خدایی داریم که میگه که همینطورم که هستی دوستت دارم، فقط تأثیری نمیذاری روی دنیا. عیسی مسیح برحال بهترین الگویی هست. زمانی که نگاه میکنیم چه جلالی داشت، چه شکویی داشت، از ازل با پدر بود. و کلام خدا میگه در تیتوس، اما چون مهربانی و انسان دوستی نجات دهنده ما خدا آشکار شد. مهربانی و انسان دوستی نجات دهنده ما خدا آشکار شد که ما رو نه به سبب کارهایی که نیک که ما کرده بودیم، بلکه از سر رحمت خیش نجات بخشید، به غسل تولد تازه و نوشدنی که از روح القدس است.
یعنی اینطوری نگاه کنین که مثل اینکه عیسی مسیح روی در این پادشاهی خودش پر از جلال و شکوه، تمام فرشته ها زیر دست خودش بود، اونجا دستور میداد، انجام میشد و میگه که این مهربانی و انسان دوستی او بود، این قلبی بود که فرق میکنه با قلبای ما. اونو آسمون رو ترک کرد، اینجا آمد در این دنیا. حتی در فیلیپیان باب 2 که اینجا میخونیم و خودتونم اینجا خیلی زیاد موعظه شده، میگه که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را قنایت نشمرد، لیکن خود را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. این سرودی که آخر خوندیم با هم، خدای فروتنان، خدای توی، خدای دل شکستگان، دوست ضعیفان، میشوی پاک خستگان، پذیری محتاجان، این خدای ماست. اون خدای ماست که در دست راست پدر نشسته و تمام قدرت و قوه در آسمون به او داده شده است. این خدا رو ما دنبال میکنیم. خدا انسان رو دوست داره و زمانی که آمد در این دنیا فوکوسش فقط انسان بود. همه چی رو میگه که خودش رو خالی کرد، فقط گفته که من دنبال این قلب هایی هست، دنبال این نفس هایی که شکسته در این دنیا به وسیله گناه اینجا زخمی شده، من باید پادشاهی خودم رو بیارم. چطور؟ اول شفا بدم، بعد از این پادشاهی، همینطور که ما خوندیم، پادشاهی یعنی انجیل رو باید اینجا موعظه کنم، افراد ایمان بیارم، بعد از این دیوها رو اخراج کنم، تمیز کنم، این نفس رو دوباره تمیز کنم، آماده کنم که پادشاهی بیاد و از اون یک شخص، یک مرد یا زن خدا بکنم که بتونه اونجا پادشاهی من رو پیش ببره و اون موقع اقتدار رو بهش بگم که برو و همینطور پادشاهی من رو اونجا اعلام کن، شفا بده، نجات بده و همینطور هم دیوها رو اخراج کن. خدا، خدای ما خدایی هست که به انسان احترام میذاره، فکرش، حواسش به انسانه، چون ما رو شبیه خودش خلق کرده. هیچ کسی در این دنیا نیست که خدا او رو اینجا خار بشماره، میگه به درد نمیخوری، چون خداست که با دست خودش ما رو به شباهت خودش خلق کرده. به این خاطر همون بزرگترین احکام چیه؟ خدای خودت رو با تمام دل، با تمام جان، با تمام نفس، با تمام روحت رو محبت کن و همینطور هم همسایه خودت رو همینطور که به خودت محبت میکنی. یعنی منظور اینه که همه چیز در مورد محبت صحبت میکنه، که انسان رو که دوست داره این محبت در همه ما قرار بگیره. بزرگترین احکامی هست که ما، یا حکمی هست، بیشتر حکمی هست که خداوند به ما داده. مرقس باب 10 لوقا 19 است که اینجا در مورد صحبت میکنه، زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند. پسر انسان نیامده که خدمت کرده بشه، بلکه بتونه خدمت کنه. و الان ما زمانیم که نجات پیدا میکنیم، عیسی مسیح شروع میکنه به ما خدمت کردن، بازسازی کردن، که ما بتونیم این برحال این محبتی که دریافت میکنیم، که بتونیم با همون محبت بتونیم اینجا خدمت کنیم. محبت انسانی نیروی محرکه عیسی مسیح بود. محبت پرشور او به مردم، درست گفتم؟ پر از اشتیاق برای انسان بود.
عیسی نگران همه مردم بود. متی باب 9 آیه 36 میگه و چون جمعی کسی رو دیده دلش بر ایشان بسوخت، زیرا که مانند گوسفندای بیشبان پریشان حال و پراکنده بودند. آنگاه به شاگردان خود گفت حصار فراوان است لیکن عمل کم، پس از صاحب حصار استدعا نمایید تا عملی در حصار خود بفرستد. دلش بر ایشان بسوخت. و اینجا موضوع امروزم، موضوع موعظه امروز چی بود؟ آیا واقعا فریاد داد این گمشدگان در این دنیا میشنویم اصلا؟ آیا قلب برای این دنیا داریم؟ این عزیزان، زمانی که این حرفایی که میزنم این نیست که شما رو محکوم کنم. دوباره میگم این موعظه، این تعلیم برای منم هست. یک کاری هست که خداوند میخواد در کلیسای خودش انجام بده. دلش برای ایشان بسوخت. اینجا مثل این که خداست که میخواد از ما بپرسه دلت برای چی میسوزه؟ دنبال چه چیزایی هستی؟ خواستای ماست، هدفهای ماست، نقشه‌های ماست، ملکوت ماست، هر چیزایی که مربوط به خودمونه. اینم خدا رو شکر پدر آسمونی به ما قول داده که هر چیزی که ما احتیاج داریم به ما خواهد داد. به این خاطر مشکل ما عزیزان اینه که حتی میتونم بگم که نه فقط اشتیاق رو برای این دنیا نداریم و صدای این دنیا رو، فریادهای این دنیا رو نمیشنویم. جز از این که اتفاقاتی بیفته، الان تقریبا 10 ماه پیش بود توی ایران اتفاق افتاد. اون موقع یهو تمام کلیسای دنیا همه ایستادیم چون یه اتفاقی افتاد. اونجا افرادی کشته شدن. اون موقع حداقل یک قسمت قلبایمون اونجا لمس شد. دائما هر روز توی فیسبوک اونجا چیزها رو، ویدیوها رو میدیدیم. درد به وجود آمد در ما. بعضی شروع کردن به گریه کردن. نمیتونستن تحمل کنن. چرا خداوند، چرا این اتفاقاتی میفته؟ این فقط یه قسمت 4-5 ماه بود که تو ایران اتفاق افتاد. یک کم در ما حداقل یک احساسی به وجود آمد که ما شروع کردیم به دعا کردن. الان یواش یواش خاموش شد. فقط خدا که نگاه میکنه ایران رو میبینه، مثلا کلا دنیا رو میبینه که دائما در حال فریاد کشیدن هستن، داد کشیدن هستن. و مشکل ما هم یه چیزی که من متوجه شدم اینه که ما سعی میکنیم انسان به انسان خدمت کنیم. و چون ما سعی میکنیم به انسان خدمت کنیم، ناامید میشیم، خسته میشیم، بی تفاوت میشیم، صبرم نداریم، چون انتظار داریم انسان زود جواب بده. زود میخوایم نتیجه رو ببینیم. چون ما فقط یک پیام رو برمی‌داریم، میگیم مثلا الان من باید برم این کار رو انجام بدم، الان باید برم انسان رو دوست داشته باشم، باید انسان رو برم انجیل رو پخش کنم. اینجاست که بیشتر ما زده میشیم عزیزان. فراموش نکنین عزیزان، زمانی که ما وارد کار بشارت میشیم و سعی میکنیم الان هر جایی که هستیم انجیل رو به این دنیا برسونیم، وارد قلم روی شیطان میشیم. اونجا شوخی نیست. هر شخصی که نجات پیدا نکرده
زیر دست شیطانه. و زمانی ما وارد این بخشی میشیم، قلم روی شیطان میشیم، اگر اونجا محبت خدا در ما نباشه، اگر این اشتیاق خدا، این آتش خدا در ما نباشه، موفق نخواهیم شد و زود، شاید کم و پیش موفق میشیم، فقط زود دیگه شکست میخوریم. و من میدونم، از تجربه خودم میدونم که چقدر واقعا یک سال ما این کار رو انجام دادیم، ثمره زیادی ندادیم، تقریبا 20 و 25 سال پیش. عیسی مسیح از پتروس پرسید، گفته که منو دوست داری؟ فکر میکنم همه شما میدونین، اگه که من تو رو دوست دارم که گله من رو نگه دار، شبانی کن. همه چی مربوط به محبت خداست. منظور اینه که زمانی که خدمت بشارتی رو میخوایم انجام بدیم و زمانی که میخوایم ماموریت خود رو ما انجام بدیم، عزیزان، به انسان نباید اول خدمت کنیم، بلکه به عیسی مسیح باید خدمت کنیم. اونجا باید وصل بشیم، از او باید پر بشیم، تو این ملاقات با او باید قرار بگیریم، این آتش اشتیاق در ما قرار بگیره. اول میرم پیش او، او رو پرستش میکنم و همینطورم قلب خودم رو آماده میکنم، همه چیز رو که یک ملاقاتی با او داشته باشم. این ملاقات باعث میشه که قدرت بگیرم که بتونم برم توی این دنیا، کتک ها رو بخونم، فوش ها رو بشنوم و هر مشکلی که به وجود میاد تحمل کنم و غلبه بیابم. اون موقع انسان رو نگاه نمی کنیم، بلکه دردها رو نگاه می کنیم. اون موقع دنبال این نیست که موفقیت آخر بگی که 10 نفر به وسیله من نجات پیدا کردن. اینا نگاه نمی، لیستی نمی نویسی. اونجا مهم نیست. اونجا مثل که محبت خداست تو رو هدایت می کنه و اونجا که بتونی اراده خدا رو انجام بدی و ملکوت خدا، پادشاهی خدا رو بیری، اون موقع هست که نشانه ها خواهند آمد. خود در یوحنا هم همینطور، خود عیسی مسیح گفته که جدا از من هیچ نمی توانید کرد. جدا از من حتی کار بشارت و هر کاری میخوای انجام بدی نمیتونی انجام بدی. در من بمانید و من در شما، اون موقع هست که ثمره خواهیم آورد. فقط چطور میتونیم ما انسان رو دوست داشته باشیم اگر هنوز ما یاد نگرفتیم خودمون رو بپذیریم و خودمون دوست داشته باشیم؟ هنوز که دائما به خودت گیر میدی و هنوز باور نمی کنی که محبوب خدا هستی، هنوزم شاید این ملاقات رو با خدا اینطوری نداشتی که خدا تو رو آزاد کنه، نفس تو رو آزاد کنه از خودت. چطور میتونم برم پیش یک شخصی که بگم که عیسی تو رو دوست داره اگه من هنوز این باور رو نمی کنم؟ شاید از طریق علمی، چون کتاب مقدس نوشته، فقط فرق میکنه زمانی که واقعا عیسی مسیح تو رو آزاد میکنه از خودت، از این خودخواهی هایی که در ما قرار بگیره. و این ملاقات صمیمانه با این محبتش دریافت میکنی دیگه، این برای تو قدرت میده که بتونی بری اونجا انسان رو محبت کنی، حتی تو رو رد کنن، حتی تو رو نمیدونم نپذیرن، دیگه اون موقع زود ناراحت نمیشی، عصبانی نمیشی. تو برو تو جهنم، اگه به من چه، من به تو گفتم گوش نکردی. اونجا دلت میسوزه، همینطور که عیسی مسیح میگه که واقعا که دلش برای ایشان بسوخت. این قلبی هست که خداوند در ما باید به وجود بیاره به وسیله روح القدسش. این تعلیمی نیست که الان ما یه چیز رو یاد گرفتیم الان بتونیم بریم. این تعلیم باعث باید بشه که حضور خدا رو جستجو کنیم. اگه واقعا این کلام با تو صحبت کرده، میگه خداوند من مشکل دارم،
اعتراف میکنم نه محبتی در من برای دنیا است، نه محبتی برای انسان، به اصلا بی تفاوت هستم، اصلا صدای فریاد این دنیا رو نمیشنوم. من مشکل دارم. به این خاطر همینطور که گفتم همسایه خود را چون نفس خود محبت نمود. پس من میتونم بگم که خداوند، نمیدونم خدا در چه قسمت های خدا با شما صحبت خواهد کرد، بگم خداوند واقعا من احتیاج به شفا دارم. من هنوز که هست من باور نمیکنم چقدر عزیز هستم پیش تو، چقدر مهم هستم، چقدر با ارزش هستم، چقدر منو دوست داری. با همین حال چقدر سالهاست با وفاداری برای من جنگیدی، چقدر خرابکاری کردم وفادار موندی. زمانی که نگاه میکنم میبینم که معمولا اصلا من اجازه ندارم اینجا بیستم. رحمتهای او بود، فیض او بود که دایما ما را هدایت میکنه با این صبرش، مهربانیش. و این الان میخواد خداوند در قلبای ما قرار بگیره که زمانی که شروع میکنیم مأموریت بزرگ خداوند رو انجام بدیم و ما خودمون رو انجام بدیم، واقعا این صفت ها در ما وجود داشته باشه که بتونیم همه چی رو تحمل کنیم. ما انسان رو نمیتونیم نجات بدیم، اما ما میتونیم انسان رو محبت کنیم، ارزش قائل باشه، ارزشش رو بدونیم. همینطور که من با ارزش هستم، همینطور یک شخصی که الان در دنیاست، الان از امروز به بعد همینطور که میرین توی خیابونا، همه با ارزش هستن از دید خدا و همه هم خدا دنبال تک تک ایشان هم هست. به این خاطر یک مشکلی که میتونه به وجود بیاره داشته باشه همینه که ما خودمون رو هنوز نپذیرفتیم، هنوز هم دوستم خودمون رو دوست نداریم، یا اونقدر مشغول زندگی خودمون هستیم اصلا دنبال مسیح هم نیستیم. و کلیسا یک باشگاهی شده که ما جمع میشیم، یک مراسم هایی انجام میدیم، بعد از این میریم خونه. من مطمئن هستم هفته به هفته، نه فقط کلیسای مونر، خیلی کلیسای، یعنی تمام کلیساها، خدا میخواد واقعا درونی ما رو شفا بده، آزاد کنه از هر نوع ترس، نگرانی، از هر نوع میگم زخمایی که در زندگی گذشته تو اتفاق افتاده. نه اینطوری زخمایی که دایما ای دور این زخمی میپیچه، بعد از 5 سال هنوزم این زخمی، میگه وای هنوز من این هستم. نه، این خود دلسوزیه. زمانی که کسی واقعا چشمش رو گذاشته به خدا، من میخوام برای تو بایستم، هدف من اینه که مأموریت رو انجام بدم، بیا در این قسمت شفا بده. من هنوز خجالت میکشم با افراد صحبت کنم، دیگران در مورد من چی فکر میکنن، الان بگم اونو، خواهش میکنم منو آزاد کن، یه مشکلی هست در من، بیا با قدرتت، با این شجاعتی که احتیاج دارم به من ببخش که بتونم این کار رو انجام بدم. این افرادی هستن که واقعا خدا رو جستجو میکنن که بتونن، و مطمئن باش خدا دنبال قلب‌هایی هستن که واقعا میگن که خداوند بیا در من کار کنه، از من یک مبشری بساز که بتونم هر جایی که الان هستم بتونم بدون خجالت موعظه کنم. ما سال گذشته بود در ماه یولی آگوست ملاقات‌های واقعا عمیق با روح القدس داشتم و خود نسرین شاهده که چطور یه چیزی، یک اشتیاقی به وجود آمده بود به وسیله روح القدس که نسرین گفتن نسرین ما باید بریم بیرون. یعنی واقعا احساس میکردم دل روح القدس میتپه و میگه که من میخوام برم بیرون، من میخوام از عیسی مسیح رو بلند کنم و بشارت بدم. بعد از این همینطور برنامه‌ای گذاشتیم، گفتیم حداقل ما بریم توی خیابونا و شروع کنیم. هم زمانایی بود که در ایران این اتفاقات افتاده، این فلایرها رو پخش کنیم و کتاب مقدس رو
اونجا بشین بدیم. چند بار با هم هم رفتیم گفتیم، بعضی وقت هم همینطور که میریم توی خیابون ها، نه فقط برای بشارت، برای خرید و برای هر چیزی که بتونیم، اونجا هر کسی هست دعوت کنیم، حداقل یک تراکتات هایی بهشون بدیم. من میتونم بگم که واقعا تقریبا یه دو سه ماه اینطوری بود. بعد از این دیدم در خودم یواش یواش بعد از این مدت خاموش شد. اگر زمانی که خدا یک کاری انجام میده اینو ور نداریم، به عمل بیاریم و بریم جلو، بعد از یک مدت خاموش میشه. اعتراف میکنم در منم اونقدر زیاد دیگه خدمتهایی بود، کارهایی بود و کلیساها، مشکلها دیگه اینو تصویر، بعد از این گفتم چی شده با قلب من. حتی آرتین یادت هست به تو گفتم که با هم بریم تو خیابون، ما باید بریم خیابون. ای پس کجاست؟ این اتفاقاتی میفته که خاموش میشیم، بی تفاوت میشیم. و مطمئن هستم خدا میخواد در کلیسامون کارهایی انجام بده، ما رو از خودمون، یعنی تو رو از خودت آزاد کنه. و احتیاج به او داریم، احتیاج به شفا داریم. بدون او، خداوند عیسی مسیح میگه که بدون من، جدا از من هیچ نمیتوانید انجام داد. من نمیتونم فریاد این دنیا رو، دردهای این دنیا رو بشنوم جز از این که با عیسی مسیح اتحاد پیدا کنم. اون موقع هست که گوشای من باز میشه، اون موقع هست که چشمای من باز میشه برای دیدن گمشدگان. ما باید پس اول آزاد بشیم، شفا به دست بیاریم و با این ملاقات‌های صمیمانه، جستجو کردن عیسی مسیح، اونجا متحد با او بشیم که بعد از این بتونیم انسان رو محبت کنیم. عزیزا ما خودمون به راستی باید نگاه کنیم، حتی تو کلیسامون هم دیگه رو اینطوری مشکل داریم با هم دیگه. الان بیاین تو دنیا رو نگاه کن، یه کسی که اصلا عیسی مسیح رو نمیشناسه. الان زمانی هست که همینطور که عیسی مسیح میگه که مسئول زیاد، کارگر کم هستن. ما توی کلیسای خودمون هم اینطور، چند مدت پیش بود که افرادی میخوان، نمیخوام اسم ببرم، افرادی آمدن گفتن که قد برای بشارت داره، من احساس میکنم نمیتونم، من باید برم. بعد از این گفتیم که اوکی صبر کنین. الان دو نفر بودن با هم جمع شدیم و شروع کردیم به دعا کردن. گفتیم که الان چند مدت با هم مشارکت داشتیم، هفته جمع می شدیم، فقط و فقط برای این موضوع دعا می کردیم که خداوند کارگر بفرست. الان یه چیزی هم نیست که مثلا بگیم که عزیزان کیا هستن دوست دارن بیان، بلکه یه چیزی هست که خود خدا، خود عیسی مسیح باید در قلب ما روشن کنه، یه چیزی باید در قلب ما اتفاق بیفته. و گفتیم یه گروهی باید درست کنیم، یه گروهی هست که ما بعد از این شاید مثلا 5 تا، بعد از اینم 2 نفر هم دوباره اضافه شدن، الان 5 نفر هستیم و سعی میکنیم، میگیم دعا میکنیم کسانی که واقعا قلب برای گمشدگان دارن، کسانی که شاید خدا در قلبشونشون آماده کرده، حتی الان میخواد خدا من برخیزانه، که بعد از این که یه گروهی تشکیل شد، بعد از این دعا جمع بشیم و دعا بکنیم، استراتژی‌های خدا رو بشنویم، ببینیم خدا چی میخواد، چطور بتونیم انجیل تو رو پخش کنیم، کجا، به وسیله الان ما، از به وسیله میدیا ما این کار رو انجام میدیم. فقط الان باید همینطور هم یه کارهای انجام بدیم. یه چیزایی هست که خداوند همینطور که 2000 سال پیش فرستاد برین، الان شاید چیزایی هست که ما باید انجام بدیم. فقط اگر گروه نباشه، اگر صدای خدا رو نشنویم، اگر جستجو نکنیم، کاری نمیتونیم انجام بدیم. نمیخوایم فقط یه کارهایی انجام بدیم بدون ثمر باشه. و این موعظه و موعظه های بعد همینطور در من 3 هفته بعد از اوپن دورز یه کسی خواهد آمد که معمولا امروز باید اینجا می بود، فقط چیز کرده تغییر دادیم، 9 یولی خودش اینجا میاد، از کارهای بشارت و همینطور هم اتفاقاتی که در این دنیا میفته، جفاها صحبت خواهد کرد در 9 یولی. فقط در این زمانی هستیم که خداوند میخواد کلیسا رو
کلیسا رو قوی کنه، کلیسا رو اشتیاق بهشان ببخشه. به این خاطر که دوباره میخوام این آیه رو بگم که من آمدم تا آتشی در زمین در قلبای تک تک فرزندای من افروزم، پس چه میخوام اگر الان در گرفته است؟ خوب میشه الان میگم نه با قدرت نه با قوت، بلکه مربوط به قلب توست عزیزان. کلام خدا میگه به طلب به تو خواهم داد. خیلی راحت، به طلب به تو خواهم داد. الان میخواییم یک وقتی بذاریم و قبل از اینکه بریم تو دعا، دو تا قسمت های دعا هست. یه دونه دعا هست که برای تقریبا سه هفته گذشته افرادی که واقعا احساس میکنن در این قسمت واقعا خاموش شدن، افرادی که بی تفاوت شدن، افرادی که الان احساس میکنی قلبتون زخمی است، ترس در تو هست، نگران و اینطوری چیزهایی که مربوط شخص نفس توست، میخوایم برای شما دعا کنیم. و قسمت دوم همینطور دعا بکنیم که نه فقط دعایی که مثلا میگه باشه که من میام دعا کرده میشه، یعنی کسانی که واقعا میگن که خداوند اینجا من اینو نوشتم، خداوند من خودم رو در دستای تو قرار میدهم، من رو برای خدمت به مردم مجهز کن، من رو به محبت تعمید ده، محبت آتشین، میخوام برای تو بروم، با محبت تو مردم رو محبت کنم و قدردانی کنم و آتش تو با اشتیاق و قدرتت من رو آماده کنه برای این خدمت. برای اینم آخرم دعا خواهیم کرد. فقط یک سرودی هست که تقریبا دو سال پیش خدا به کلیسامون داده است. میخوایم اولین سرود رو با هم بخونیم، یا احتیاج هم نیست شما بخونین، شاید فقط همینطور نگاه کنین و اجازه بدین روح خدا با شما صحبت کنه. نمیخوایم یک مراسم اینجا انجام بدیم، بلکه واقعا روح خدا مطمئن هستم امروز اینجاست. اگه واقعا در این قسمت احساس میکنی واقعا احتیاج به کمک داری، روح خدا اینجاست که به شما خدمت کنه، آزاد کنه، شفا بدین. آرزو اوست، آرزو عیساست، خیلی بیشتر از این تو میخوایی که تو رو آزاد کنه. خواهی دید با چه شوق، با چه شادی خدا زندگی تو رو تبدیل خواهد کرد. آمین. یا خداوند ممنون هستیم از کلام تو. خداوند خداوند ما فقط میتونیم اطاعت کنیم و همینطورم به تو بگیم خداوند واقعا احتیاج به کمک تو داریم. هللویا خداوند. خوب بشه همین در این حال دعا باشیم، شاید بتونیم صدای خدا رو تو این سرود بشنویم. یا خداوند بیا از طریق این سرود با ما صحبت کن که واقعا با قلب تو عیسی مسیح، با قلب تو آشنا بشیم. بیا خداوند نمیخوایم فقط شنونده باشیم، بلکه میخوایم خداوند همینطور که با کمک روح القدس تو خداوند امروز این فتیله نیمسوزای ما رو خداوند تو روشن کنی، اشتیاق به ما بدی، قدرت بدی خداوند، از هر نوع خداوند وابستگی ها ما رو آزاد کنی. در این سرود دعا میکنم خداوند این
قدرت شیطان در فکرها، در احساسهای ما شکست بخوره خداوند. بیا میخوام صدای تو ای عیسی مسیح بشنویم. دنیا به من نیاز دارد، گرسنه تشنه منم، در فلاکت و ظلمت به دام افتاده ام، سرسخت مغرور و بیرم، به یک دیگر آسیب میزنم. تنها توی و بی هدف دوام به سوی هلاکتن، کیست که برود مرا لذش هم کند، کیست که برود محبتشون کند. کور در دنیا کرد بر رستی، به نامش میکشن، با نفرت و نبخشش نفس خود را زخمی کنن، روحشان مثل کوی خشک خالی و بیمر، دنبال محبت می دوند، نمی دانند که آن من هستم. کیست که برود مرا نزدش هم کند، کیست که برود محبتشون کند. مرسی خداوند. گری و فریادهای ناامیدی مدام به گوشم رسد، اشکای یز مانند آتش قلبم مشتعل کرده است، دلم از شدت ترحم به شفقت و هیچ کس آنجا نیست که ایشان را به نزد من بیاورد. کیست که برود مرا نزدشان هم کند، کیست که برود محبتشون کنم. یا خداوند، یا خداوند گوشهای ما رو باز کن خداوند، یا این کار معجزه تو رو امروز در ما انجام بده خداوند، که خداوند زمانی که میگی کیس برود، که ما بکتونیم بگیم خداوند لبیک، خداوند من میخوام، من رو آماده کن خداوند، من رو آماده کن، من آماده کن در این زمان آخر، من میخوام جز این خادمینی باشم که اون خدای محصول منو میفرسته. هللویا خداوند، امید ما تو هستی و میگیم خداوند جز از تو ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، پس محتاج تو هستیم روح القدس. پاهای من پاهای تو، دستایم دستای توست، چشم گوش و زبانم از آن توست، از آن تو، وجودم باز خریدی، هیچ حق بر آن ندارم، تمام شاهم برای جلال به کار بر.
میخواهم عیسی تو را به جهانم کنم، میخواهم عیسی محبتشون کنم، میخواهم عیسی تو را به جهانم کنم، میخواهم عیسی محبتشون کنم. میخوام دعوت کنم کسانی که میگن واقعا من احتیاج به کمک دارم، احتیاج به شفا دارم، هنوز خودم رو شاید اینطوری که باید باشه نپذیرفتم، یا هنوز ترسایی در من هست، چیزایی هست که فکرهای تو رو گرفته شده، هنوز زمانی هست که میخوایم برای شما دعا کنیم. خب دعوت کنیم. این دعایی هست که ننوشتم، من رو ببخش که مأموریت تو رو جدی نگرفتم، تمام افکار منفی احساسات بیمار من رو درمان کن، محبت رو که با آن دوستم داری با روحت به من آشکار کن، با محبتت به من کمک کن تا بتوانم خود را آنگونه که هستم بپذیرم و دوست داشته باشم. من را از خودم رها کن. کسانی که واقعا این دعا رو دارن، واقعا میخوان، میتونن بیان جلو، ما برای شما دعا میکنیم. روح خدا اینجاست که الان تو رو آماده کنه و زمانی که آماده کرده بعد از این میفرسه.